سلام به همه دوستان شنبه 28 تیر ماه 1399 18 جولای 2020 دیروز که از دوستان داستانی برای من تعریف میکرد که البته قبلا حالا یه جورای دیگه خبرهایی در موردش بود و تأثیراتش رو میدیدم میگفتش که در یک جایی شاهد جر دو تا دوتا جوان با یک آدم طرفدار حکومت بوده و اون جوان ها اون طرفدار حکومت رو تهدید میکردن که به زودی مثلا خدمتتون میرسیم این کارو میکنیم این کارو میکنیم از هر درخت مثلا یکیتون آویزه میکنیم از این حرفا گفت اون طرف خیلی با خون سردی جواب داد که ما انقدر مواد مخدر با قیمت ارزون تر از نون در اختیار مردم گذاشیم و در اختیار جوان ها گذاشیم که خیال اون راحت جوان ها هیچ حس و حالی ندارن کاری انجام بدن اینو ما 40 سال روش برنامه‌ریزی کردیم که جوان ها رو از خاصیت بندازیم و تا حدود زیادی هم موفق شدیم جوان ها یا گرفتار شیشن یا گرفتار هروئینن یا گرفتار تریاکن من حرفا که شنیدم بیادم افتاد که در زمان مجلس هفتم آقای مصری که در همین مجلس قبلی هم نایب رئیس مجلس بود و یه مدت هم در دوره احمد نجاد شد وزیر رفاه اجتماعی اون موقع رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بود یه نطق پیش از دستوری کرد این صحبت مورد تقریبا 15 16 سال پیشه خیلی جدیدم نیست ولی نکتهش این بود که اونجا گفتش که من متاسفم که بگم مواد مخدر ارزان‌تر از نان سنگک در اختیار مردم یعنی این حرفی که این دوست ما دیروز نقل میکرد در مورد توضیح مواد مخدر از لحاظ قیمت و راحتی دسترسی جوون ها اون آقا در مجلس در نطق پیش از دستور گفت آقای عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه که اون موقع رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بود و بعدم وزیر رفاه و تامین اجتماعی شد و دوباره اومد مجلس مجلس قبلی هم نایب رئیس مجلس بود خب حالا این موضوع که روش بحث مفصل بشه اما به نظر میرسه که جمهوری تنها کاری که در این سالها تونسته بکنه و البته یک سابقه تاریخی هم پشتش هست تلاش برای تحمیق مردم و در واقع تست حماقت هر دو هست یعنی هم خودش تلاش کنه مردم رو احمق بار بیاره تحمیقشون بکنه لاطائلات و مزخرفات و خرافات رو به خوردشون بده و از این طریق ذهنشون رو غیر فعال بکنه نگاهشون رو به مسائل غیر انسانی غیر زمینی بذاره توقعشون باشه که خدا همه چی رو حل کنه یا توقع داشته باشن که طبیعت حالا هر جوری این یه نوعش از طرفی هم هر روز که گذشته جمهوری اسلامی نیازش به احمقه ها بیشتر شده به همین جهت حالا از اون مرحله گذشته و الان در شرایطی که حتی بسیار از طرفداران خودش دیگه ننگشون میاد که با اسم و رسم خودشون طرفداری کنن و بسیاریشون بریدن رفتن کنار بسیاری از شما خودتون در بین دوستانتون فامیلهاتون آشناهاتون بگردید ببینید چقدر از حزب اللهی سابق امروز معارض جمهوری اسلامی هستن چقدر از جانبازان امروز مخالف جمهوری اسلامی هستن چقدر خانواده شهدا مخالف هستن ببینید چقدر خانواده شهید الان در زندان داریم چقدر جان باز در زندان داریم و اتفاقا بیشترین سختگیری ها رو میکنن خب اینها رو که از دست داره جمهوری اسلامی امروز برای اینکه ببینه که واقعا نیاز داره که فقط احمق ها دور و باشن برای اینکه از احمق هر کاری برمیاد به احمق بگی که خانوادت رو هم واگذار کن واگذار خواهد کرد باور نمیکنید حالا در آینده خواهید دید به احمق بگید که خودتو از دیوارم بنداز پایین میندازه پایین به احمق بگید که دوست نزدیکترین سر این کار رو خواهد کرد جمهور اسلامی الان با توجه به اینکه بسیاری از یاران سابقش رو از دست داده و از اینکه بتونه یار فهیم و فرهیخته و عاقل جذب کنه کاملا ناامیده شروع کرده الان که به تست حماقت اینو خواهش من با دقت گوش کنید بعضی حرفهایی که در جمهور اسلامی زده میشه و بعضی از کارهایی که انجام میشه با هر معیار و متر و مقیاسی که شما نگاه کنید به هیچ وجه یک آدم عاقل نمیزنه و یک حکومت که دلش میخواد بمونه حتی حکومت این یک حکومت دیکتاتور یک دیکتاتور کاملا عاقلی کار نمیکنه فقط در از دیکتاتورهای حقیر برمیاد این کار ولی به هر حال حتی دیکتاتور حقیر هم بالاخره نتیجه کارهاش و نتیجه حرفاشو بررسی میکنه و ببینه که این کارها درست بوده این حرفها اثر خوب داشته یا اثر منفی داشته بعضی کارهایی که در جمهوری میشه و بعض از حرفایی که زده میشه من هر چی میخوام خودم رو قانع کنم که اثر نادانی گفته میشه اصلا قبول نمیکنم یا اثر حماقت یا اثر خودخواهی بله اینکه بعضی از حرفایی که بعضی از افراد میزنن ممکنه از سر خودخواهی باشه و بعضی از کارها از سر جنایت باشه اما بعضی کارها به نظر من تست حماقته من از بالا شروع میکنم از علی خامنه ای ببینید شما فکر میکنید وقتی در اوج خبررسانی در مورد پرونده اقتراس 3000 میلیارد تومانی بحث بانک ملی و آقای خاوری و سر صداهای که شد در اوجش هم میگه کش ندهید واقعا نمیفهمه که چقدر اثر بد رو مردم داره بله یه خصلتی من از خامنه گفتم که لذت میبره که انگشت رو چشم مردم بکنه بگه من زورم میرسه که هر غلطی بکنم هر حرفی بزنم اما به هر حال این فقط نیست که اثر خودخواهیش باشه این یه یعنی تست حماقت میخواد ببینه که طرفداراش تا چه حد حاضرن احمق باشن که در یک فساد بزرگ وقتی که دستور کش ندهید اونها بازم میگن چشم آقا وقتی در موضوع صادق لاریجانی در حالی که یک سال خود دستگاه حکومتی شو را انداخته تبری شو را انداخته هر روز خبرهاش حتی در روزنامه‌های خودش منتشر میشه جنبش ادارتخواه دانشجویی که وابسته به خودشون نامه می‌نویسه به صادق لاریجانی میگه آقای سا... آمالی لاریجانی استعفا بده برو خودت به زندان معرفی کن بسیاری از از حمید رسایی گرفته تا دیگرانشون میان پست میذارن در فضای مجازی از رسانه‌های صهیونیستی توییتر و اینستاگرام رو استفاده میکنن و علی صادق لاریجانی حرف بزنن یهو در اوج اینها علی خامنه ای میره از صادق لاریجانی حمایت میکنه فکر میکنید که این طرف نمیفهمه که چقدر فحش چقدر نفرین چقدر لعن و سب به قول خودشون نثار خودش و خانوادهش میشه نثار پدر و مادر بیچارهش میشه به نظرم حتما میفهمه اما میخواد تست کنه که طرفداراش تا چه حد حاضرن احمق باشن چون میگم در آینده حکومت به یک موش احمق نیاز داره فقط یک موش احمق از یک حکومت در حال سقوط و بدنام حمایت میکنن و جمهوری اسلامی میخواد چقدر احمق ها هنوز دور هستن وقتی یه آقایی میاد تو نماز جم... در داستان تعریف میکنه امام جمعه قم میگه مقام معظم رهبری موقع تولد گفتن یا علی خب فکر میکنید که این حرف چند نفر از آدم های حسابی باور میکنن این ولی دیدید که یه وسط الله اکبر میگن یعنی جمهوری اسلامی میخواد ببینید که حتی مزخرف ترین حرف رو هم که میزنه آیا هنوز احمقی وجود داره ازش دفاع بکنه یا نه وقتی حسن عباسی میاد میگه که میاد بلیت سفر به پایگاه فضایی شهید تهران مقدم میفروشه وقتی میگه کاخ سفید رو به حسینیه تبدیل میکنیم در کاخ ورسای زیارت آشورا میخونیم در باکینگ هام انگلیس میریم دعای سمات میخونیم این شما فکر نکنید که رو آدم های عاقل حساب کرده میخواد ببینید هنوز چقدر احمق وجود دارن که این حرفها رو باور میکنن باز هم میگم چون جمهوری برای ادامه ای کار خودش به احمق ها نیاز داره وقتی فرمانده سپاه سرکار سلامی میاد دستگاه مستعان کرونا یاب رو معرفی میکنه و بعدم اونجا یک ماسماسکی رو نشون میدن که داره تکون میخوره میگن آها کرونا رو پیدا کرد شما فکر میکنید که و بعدش هم دیدید واکنش های مرکز علمی چی بود با کمال وقاحت بعد از اون واکنش های مرکز علمی سخنگوی سپاه اومد گفتش که اینها تست شده و اینا ما به زودی مبانی علمی رو خواهیم گفت حالا بعد از چند ماه میگن که داریم راستی آزمایی میکنیم خب شما فکر میکنید از اون فرمانده سپاه تا اون سخنگو نتیجه حرفاشون رو بالاخره خودشون یا دیگران نمیفهمن بسیاری از حرفهایی که زده میشه این که طرف میاد میگه که مقام معظم رهبری دیویس هزار مقلد در نیویورک دارن شما گمان میکنید که اینا رو آدم های عاقل حساب کردن یا فکر میکنید مثلا با این حرف تعداد مقلدهای علی ای در نیویورک زیاد میشه یا تعداد مقلدهاش در ایران زیاد میشه خب امروز وضعشون طوریه که مراجع تقلید قبل از انقلاب فقط از یک محل از محل وجوهات مردم انقدر درآمد داشتن که به طلاب شهریه میدادن زندگی خودشون اطرافیانشون هم میچرخید امروز علی خامنه ای برای دادن شهریه به طلاب در قوم باید از اموال بنیاد مستضعفان استفاده کنه باید از اموال ستاد اجرایی استفاده کنه باید از پولهای ناحقی که از دولت میگیره از سهمی که از فروش ایران خودرو از مخابرات میگیره استفاده کنه این معنیش اینه که این حرفا نه تنها اینکه بگن علی خامنی 200 هزار مقلد در نیویورک داره نه تنها در خارج حاصله براشون نداره در داخل هم اثر نداره اثرش اینه که میگم روز به روز حتی کسانی که به مبانی مذهبی به مناسک مذهبی پایبند بودن دارن کم میشن پس اون حرفو برای چی میزنه برای اینکه ببینن هنوز چقدر احمق تو ایران هستن که این حرفا رو باور کنن چون نیاز دارن به احمق ها حالا این وسط یک تردید وجود داره این تردیدی ای که کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون هم احمقند یا معمورن من در این یک مورد به خصوص واقعا تردید دارم یعنی هنوز برای من مسلم نشده که سرکار سلامی احمقی هست که دستور داره تعداد احمقها رو تست بکنه یا نه اون کاملا مأموره از شکل شمایه این آقا میاد که خودش هم جز احمق هاست. یعنی به هر حال کسی اگه اندک آبرویی داشته باشه تا حدی رعایت میکنه یعنی میگفت سخنگوی سپاه بیاد بگه جانشینش بیاد اینکه خود فرمانده کل سپاه میاد و این حرف احمقانه رو در مورد کرونا یاب میزنه این نشون میده که خودش هم غالبا جز احمق هاست. ولی این مهم نیست اینکه حالا حکومت از بخشی از احمق هایی که تربیت کرده یا احمق هایی که تست کرده و پیدا کرده استفاده میکنه یکیش هم میتونه فرمانده سپاه باشه یا اینکه اون طرف معموره فرقی نمیکنه نتیجش اینه که حکومت به دنبال یک نوع احمقیابی در کشور هست که اینها رو دور هم جمع کنه اینها رو و با هر بار تست کنه یعنی وقتی مثلا فرمانده سپاه میاد این میزنه ببینن چند تار رسانه ابله در داخل و خارج از کشور چند تا کرباتی در خارج از کشور حاضرن بیان از سرکار سلام حمایت کن اینا برای حکومت مهمه حکومتی که نیروهاش رو از دست داده حکومتی که طرفداران واقعیش رو از دست داده حکومتی که طرفدارانی که برای حکومت مهندس تحصیل کرده دانشگاه میرفت تو جبهه میجنگید و شهید میشد ما کم نداریم شما فرماندهان اولیه سپاه رو ببینید تحصیل کرده دانشگاه بودن امروز ببینید چه کسانی هستن یا باید محسن رضایی باشه دکترای قلابی که هر حرفش خنده آید خلق را و از طرف گریه آید خلق را یا باید سرکار سلامی باشه که بیاد مستعان رو بگه یا به هر حال سرکار سلامی باشه که فکر کنیم عاقله ولی دنبال احمقه حکومت نیاز داره احمق ها رو شناسایی کنه و بر میزان احمق هایی که پاش وایسادن حساب بکنه در مورد حسن عباسی من واقعا نمیدونم احمق یا احمق یابه فرق فرق نمیدون. در احمق بودنش تردیدی نیست اما اینکه خودش هم احمق نمیدونم چون بعضی از حرفایی که میزنه فقط از یک احمق برمیاد البته این موضوع من به شما بگم من به عنوان یک آدم مذهبی میگم اصلا نمیترسم چون بعضی وقت وقتی که میگم مذهبی کلی اهانت در پای پست ها میبینم مهم من نیست برای اینکه من بنا ندارم چیز مخفی کنم همونطور که مخفی نمی کنم که سالهای از حکومت دفاع میکردم برخلاف بعضی که به دروغ میگم میگم از اول مخالف بودیم. نه من از اول مخالف نبودم از طرفداران نظام بودم خوشبختانه نه دستم به خون آلوده است نه به رانت آلوده است اما به لحاظ عقیدتی و فکری طرفدار حکومت بودم الان هم مخفی نمیکنم که آدم شخصا آدم مذهبی هستم اگرچه تبلیغ مذهب رو بارها گفتم و الان هم دارم میگم یکی از سموم بسیار خطرناک برای مملکت مذهب باید یک مسئله شخصی باشه در داخل خونه حالا مسیحی یهودی مسلمان زرتشتی بهایی هر کس هر نگاهی به ماورا و طبیعه داره برای خودش حق نداره تبلیغ کنه و حق نداره مردم رو تحمیق کنه اما واقعا به من آدم مذهبی میگم این حماقت سنجی ها سابقه بسیار طولانی داره من اگر عمری برام باقی مونده باشه و بتونم صحبت کنم قطعا در آستانه محرم مفصل در این مورد صحبت خواهم کرد که یکی از تاریخی ترین تحمیق ها قصه های جعلی در مورد محرم که اون مفصل صحبت خواهم کرد اما این حکومت ببینید تجربه اون رو داره از اون تجربه داره استفاده میکنه اینکه حاضر نیست عنوان اسلامی شو بذاری کنار حاضر نیست از بعضی از مناسبت های مذهبی دست بکشه برای اینکه براشون تجربیات شیرینی وجود داشته از تحمیق مردم و وابسته کردن مردم به مش احمقانه حالا در مذهبی میشه خرافات در سیاسی میشه حسن عباسی و کرونا و امام جمعه قم که میگه علی خامنه گفت یا علی وقتی به دنیا اومد من در مورد صحبت خواهم کرد اما جمهوری اسلامی با تجربه ای که از تحمیق مردم و سواری گرفتن از مردم احمق داره الان داره این کارو میکنه میبینید که نتیجه هم دارن میبینند. شما برید در فضای مجازی نگاه کنید کسانی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا در رس بعضی از رسانه های خارجی که دفاع میکنن حماقت از سر روشون واقعا میباره ببین حماقت اصلا جور نیست من کسی رو ملامت نمیکنم اما وجود داره حماقت از حرفاشو میباره کسی که در فضای مجازی زشترین کلمات رو به کار میبره فقط یک احمق میتونه باشه وگرنه شما با فوش دادن که فوش ناموسی به کسی دادن اهانت ناموسی کردن که به جای نبرسی جز اینکه تنفر رو بیشتر میکنی اما جمهور اسلامی نیاز داره جمهوری وقتی می این آدم ها هستند هنوز آدم هایی با کراوات میشن از جمهوری اسلامی نه دفاع منطقی از مزخرف ترین حرف های جمهوری اسلامی دفاع میکنن جمهوری اسلامی واقعا خوشحال میشه که هنوز داره اما براش تعدادش مهمه این که افراد رو میفسن در فضای مجازی فکر میکنن با فحاشی کردن با دروغ گفتن با فضا سازی میتونن همه رو از میدون به در کنن این نهایت حماقتشون اما براشون مهم ببینن چند تا احمق هنوز کارو بکنن ببینید من دارم میگم حماقت یک چیزیه که کسی, کسی کسب نمیکنه ممکنه کسی اصرار بر حماقت خودش بکنه و حاضر نباشه بفهمه اما متاسفانه چیزی که ظاهرا بعض احمق به دنیا میان گناه خودش هم نیست بعد از خدا خواست کمکشون کنه که این مقدار حماقتشون کم بشه اما به هر حال جمهوری اسلامی به این گروه از مردم به این نوع آدم های سست مغز به این نوع آدم های که به هیچ چی پایبند نیستن و حاضر نیستن حتی ظاهرا نظر کردن تعهد دادن که مغزشون رو استفاده نشده تحویل اسرائیل بدن به اونا نیاز داره و همیشه هم نیاز داره ببینه چقدر باقی مونده چون از همون هم در ریزش بر بالاخره همون آدم ها هم داخل خانواده هستن تحت فشار قرار میگیرن به همین جهت بسیارشون ناچار شدن برن در فضای مجازی اسم های جعلی برای خودشون بزنن روششون کماکان روش احمقانه سابقه وردینگ و ادبیاتشون ناشی از حماقته اما همون آدم ها هم در این حد فهمیدن که نباید معرفی بشن نباید شناخته بشن ولی وجود جمهوری اسلامی هنوز هم به اونها حساب میکنه جمهوری اسلامی میدونه فقط یک احمق میره در زندان تجاوز میکنه فقط یک احمق برای که به هر حال این روزگار چرخش داره رو اون آدم شناسایی میشد دیدن همین احمق ها دیدن که در موقعی که جمهور اسلامی به استیصال میرسه مثل سعید اسلامی سر به نیستشون میکنه خود جمهور اسلامی میکشتشون دیدن سر بعض بعضی از آدم دیدن که بعضی از آدماشون حمیدانی به چه دلیل حمیدانی چون اومد گفتش که من یه مش اراذ باش استفاده کردم شاید اطلاعات داشت که بعد میکشنش هنوزش که کس نفهمیده حمیدانی در سوریه چجوری کشته شد و بسیار از افراد دیگه جمهور اسلامی نیاز داره به همین جهت من دارم به شما میگم اولا من خوشحالم از اینکه جمهور اسلامی اواخر کار نیازش افتاده به احمق ها و فقط هم و فقط هم اونها ازش حمایت میکنن و ثانیا امیدوارم بعضی از همین احمق ها لاقل یک مقداری توسط خانواده توسط اطرافیان کمک فکری بشن که از این وضعیت در که اگر در نیان هم باعث خوشحالی برای اینکه میگم شما ببینید نوع دفاع هایی که از جمهوری اسلامی میشه همین روزها ببینید خبرهایی که دارن منتشر میکنن که در آمریکا فلانجا منفجر شد منفجر شد منفجر شد خب انقدر بعض از این خبرها رسواست که حتی خبرگزاری های بدنامی مثل فارس و مشرق نیوز و رجا نیوز هم جرئت نمی کنن پخش بکنن اما میدن به دست یه آدم ببینن این آدما چقدر احمقان که حاضرن منتشر بکنن حماقت اون آدمایی که اصلا شما فرض کنید بله اصلا کاخ سفید حسینیه شد کاخ ورسای درش زیارت آشرا خوندید در باکینگهام زیارت دعای سمات خوندید فکر کنید اصلا آمریکا از بین رفت مگر شما در دوره احمدی نژاد که بیش از 800 میلیارد دلار پول داشتید اصلا فکر کنید تمام ثروت آمریکا رو هم به شما دادن مگه 800 میلیارد دوره احمدی نژاد باعث رفاه مردم شد مگه بیش از 200 میلیارد دلار ثروت ستاد اجرایی فرمان امام در اختیار خامنه باعث رفاه مردم شده یا حتی باعث پیشرفت کشور شده مگه باعث جذب اوقلا به حکومت شده خب این آدم اگه احمق نباشه حرفایی که میبینه خودش حتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر نمیشه میان میگن اگر احمق نباشی خود فکر کنه که بسیار خوب حالا فکر کنیم که اصلا ما آمریکا هم گرفتیم اصلا کل ثروت آمریکا در اختیار یعنی واقعا شما تصور کنید که کل ثروت آمریکا در اختیار علی خامنه‌ای آیا کوچکترین تغییری در مدیریت کشور ایجاد خواهد شد من نمونهش رو گفتم دوره نفت بالای صد دلاری رو تجربه کردیم در دوره احمد نژاد آیا واقعا زیر ساختای کشور درست شد کسی که با اینترنت می‌جنگه جز یک احمق می‌بینی که مردم از راه‌های مختلف این فیلتر رو دور میزنن وارد میشن خب اینا فقط میتونن احمق باشن و بعد جالبه که همون احمق هایی که تحت دست رو حکومتن از همین فضای مجازی استفاده میکنن برای فحاشی و بدگویی ببینید این تست حماقتی که جمهور اسلامی را انداخته یک نقطه روشن بر من شماست که فقط میخواد ببینه کدوم احمق ها هنوز چند درصد مردم هنوز احمق هستن و حاضرن با حماقت ازش حمایت بکنن ببینید بعضی افراد هستن که به دلایل مختلف دلایل عقیدتی به دلایل مذهبی به دلایل اینکه ترس از بخش از اپوزیسیون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن بسیاری از آدمای عاقل هم درشون هستن من با اونها کاری ندارم کسانی که فعالانه و با نه به خاطر مخالفت با بعضیا نه به خاطر مبانی مذهبی بلکه به خاطر حرف های ای به خاطر حرف های سرکار سلامی به خاطر خزعبلات حسن عباسی از جمهوری اسلامی حمایت میکنن اینها احمق هایی که جمهوری اسلامی رو اینها حساب کرده جمهوری اسلامی رو اوغلای طرفدار خودش حساب نمیکنه چون میدونه اونها هم بالاخره یه روزی میرن کنار این تست حماقت جمهوری اسلامی یک نشانه خوب برای من شماست که بدونیم جمهوری اسلامی کارش به کجا رسیده که از سر استیصال فقط ناچار به این آدم ها آویزون بشه خوشحال باشین و خوشحال باشید که همه اینها نشانه های سقوطه موفق باشید